یک ثروتمند واقعی چیزهایی را جمع می کند که با خرج کردن از مقدار آنها کم نه بلکه بیشتر می شود، مثل مهربانی، سخاوت، لبخند، اخلاق خوب و انسانیت. به نام یاد خدا، سلام خدمت تمام بیننده های عزیزی که در افغانستان و خارج از افغانستان زندگی می کنین. امیدوار هستم صحتمند باشین، سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. قسمی که شما در جریان هستین، هوا هم روز به روز سردتر میشه. همیشه کوشش بکنین خودتان گرم نگاه بکنین و تا اینکه خدای نخواسته مریض نشید. خب دوستا، امروز هم برنامه حکایت زندگی هست. هر مهمانی که ما در اینجا دعوت میکنیم حکایت از زندگی خودش میداشته باشه، درد دل از زندگی خودش میداشته باشه. و مهمان این بخش برنامه ما کسی هست که در گزارش موین افغان هم در یک قسمتش جای داشت. با هم یک جای کلیپ تصویری رو تماشا میکنیم و شما هم میشناسین که مهمان بخش اول برنامه ما کی هستن. این ترموزا را چند؟ ترموزا 20 روپا. 20 روپا. اگر یک گلاس چای بتین باز چند؟ یک گلاس چای بتین میچ رای مفت؟ مفت میده. والا به شک تان است. بخاطر از اینکه او مدنی جا چی میار زرنج بشکه 15 روپا او مدنی مو میخریم از یوای مرد. او مدنی؟ آه. ای زرنجا کوک میایه. والا اینی کارت بخین دو تو یک جای که او مدنی شما مفروشین که بیخی پاچه هست. آه والا چون مشتری زیاد شد و او پاک باشه خوبتر است. اگر از یوای بمبه و خراب بگیری مشتری از پیش ما میره، بخاطر اگر دلوغ منان بر آمده یا میچ میشه. نامت چی از گم کن؟ رامش. رامش جان، مرا خوشم آمد این کارت. یک قدر صادق که هستی در کارت، خداوند در کارت برکت بندازه. اگر روز 1000 پیدا میکنی، روز 10000 پیدا کنی. که تو شما یک جور زن من داری یا نه؟ نامزاد هستم. اوه اینه ینگام از تو خیر میبینی. آه بخیر باشی. همیشوی آن باش هم است خودت. خیر باشی. اما تو کاکاو بانکه همه قسم که امرای مردم راسته کسی صادق هستی. اما تو در خانه تو هم سرت خم میباشه، سر زن اولادت توجه میکنی. زنده باشین، تشکر بسیار. یگان تو آرام خور از دیگه. از زن خود که فکرش در زن دیگر آزی هسته. خدا کوشش بزنش. دمی گردنش بزنش. گردن لکا. خب بار خودم زده خیر باشم. رامی جان. بله. رئیس خودت هستی جان؟ دیگه فعلا نمی بای پارا. امی اصل اینه می سماوار از خودت؟ سماوار ما دیگه از خودم از بلا. شریک هم داری؟ شریک نخیر نیتن. کاریگر داری؟ کاریگر دو دانه است، یکی او بابا است، یکی اینو کله بابا گه کار گیر کدی والله. چون ایجا کس همی بوی سفیدا بهتر است نسبت از بچه جوانا کده، یک ذره شوخ است، بز مشتری ها از پیش شکایت میکنه، چون به این خاطر همی بوی سفیدا خوب است. ارزوش هم قلندری قلندری کاکا کاکا است. یک اینی کاکا کاکا نبود باختر گپ ند. خیلی یک ذره میشر خیر گپ لی سر مشکل باشه من برات راحت. خدا کمت نکنه. خب ده پولی ازی که چای دم میکنی بر مردم دیگه چی کار میکنی؟ دیگه کروی تخم جور میکنم، خوراک پنجاره. تخم بانجان یا تخم ساده؟ نه تخم بانجان میدا. او سیرم داره؟ سیرم داره. پای مرچ هم داره؟ داره، مرچ تازه هم داره. بله. دو تاش چند پخته میکنی؟ دو تاش 50 رو پکت یک نان. یعنی 40 افغانی تخم کرویی ما در پام نانش 50 رو. اوه دیگه خوراک 50 رو پا لوبیا هم داریم پخته میکنیم از طرف چاش. از طرف چاش پرت قوله یک سو اومدیم یک تخم بانجان برام. هزار دفعه ما در خدمت تان هستیم. من لذی که بیه تخم بانجان جور کن. از طرف چاش خیجه باز اتو خاکباد نمی باشه که یک لوبیا بزنیم؟ والا نه نه و قنم باشه، چون سایبان است در پالی چیزا را کش میکنیم دیگه. باز کار ما روز طالب با چه وقت از دیجا هستی راستی؟ تقریبا اون طفل خرد بودیم دیگه. اینم جان شدیم. بالا رسیده ایجا این معتادا زیاد بوده؟ معتادا زیاد بوده. حالا خود خودت چی عمل داری؟ من خودم یگان سیگریت میزنم. یگان دفعه؟ آه یگان دفعه شوقی. آفرینت که دقات از اینا طاقت تانستی. مشتریات و معتادا زیاد بوده اتمن؟ نه خیلی نه معتاد نبود. اینم با معتاد چای نمیتم، چون آدم خودت وارو خوب میه چای میخوره گلاس ما مردار میشه. من لیره هیچ وقت پیش خود نمیمانم. چشمت اصلا پاک صفا را میمانم. خیر ببینید که هر کس چای میخوره نان بخوره پاکتر منظمتر باشه خوبتر است. اگر نانم خراب باشه دیگم میمونه، کس از پیشم نمیگیره، مشتریم از این شکایت میکنه. به او خاطر تو جوازوی مشتری خود جذب میکنیم. پاک گلاسش، چاینکش، ترموزاش و کشکدگی او این از این بمبه سرای میارم برای پیاله شوشتن و ظرف شوشتن. دیگه او مدنی این بشکا زرنجک های جمعه بشکه 15 رو پا میتا و نزمو 4 بشکه 5 بشکه او پر میکنم. این سماواتک هم از سابق در گاز میموندم، مالی سماوات جور کردم. دیگه گازی هم از چوبی در می سماوات او پاک مردم هم میتیم که از پیش ما روزی باشه او خوبش، پیسه خوبش، شوابش هم زیادتر.
خو ده حکومت پیشتر یگان ذره پیسا میدادی حتما پیسا نمیگرفت خوازار اذیت میکرد بن نونخور ما نمیمون مثلا میامدن دوستا اندی والا میششتن میگفت بیادر جمع نشین دور برین که مرض کرونا است به این خاطر یک ذره کار رو ما قیدادی بود خب او کار به خاطر کرونا اگر چیز میگفت درست است بلا. اما ده پولی از او که 150 به تیگا نه 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 ای گپا نبود حالا ملا صاحبا چطور؟ حالا شکر الحمدلله خوب هستن مردم با ایجاب هست سرای ما با ایجاب شده کار ما خوب شده دیگه دوزا دوزی نه سابق موبایل از ترس کسیده نمیتونستیم دیگه حالا شکر اهمیت هر جای هست مازشون خوش هستیم خانه تون کجا؟ خانه ما پشت شرک طلوعی کارته نه خب اینجا نزدیک هم هست؟ بله با اسکل داری حتما؟ نه خیر نه از طرف شب پای پیاده میرم از طرف صبح کی دم موتر میگم اندامت خوب شد بله چی بکنه غریبی عروسی چی وقت بخیر؟ عروسی دو سال شده نامزاد ما دیم دو سال شش ماه دیگه بقدر بی‌پیسگی حتما بی‌پیسگی بله دیگه چندش جمع کردی چندش کم است؟ یک 40,000 کم است 40,000 کم است دیگه شب برابر کردی همین 40,000 تیار شب عروسی میکنی؟ بخیر به زور وعده است؟ وعده است چه نظر داری که این بچه را کمک کنیم؟ خب یک همکاری میکنیم امروی خیلی ببینین زنده مگه ما را بخوایی بچه شم چرا نه هزار دفع صحیح؟ به رفیق خو معامله پیش نمیرد دولک و دنبک هم نمیشه ایره چطور کنیم خب یک حال در دای کم یاریم در خانه بکنیم بیاییم اوجه یک دست و پای خوب بزنیم دیگه گپه نیز بازیم نان مفت کهی مزه میتن نه نوش جانتان میمانایتان شابالا بشر دیگه همچنان قدمایتان سر چشمای ما هر دفعه که میان چون نیجا میان خانه میرین میمان دوده خداست هر دفعه قدمایتان سر چشمای ما بیاین هزار دفعه چرا نه خدا کمتان نکنه خب به ما غرض نیست نامت باز یادم رامش رامش جان شما خودتان پس از امی گزارش هر قدر میتونین کمکش بکنین اینم تو جوانا باید کمک شون دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه مطمئن هستم که وقتی که شما کلیپ را دیدین من مطمئن شدم که شما شناختین که مهمان این بخش برنامه ما کی است مهمان بخش برنامه ما رامش جان است پسر که واقعا مهربان است دلپاک هست و همایون افغان که همراهشون مصاحبه داشتن سماوار داشتن و روزی حلال برای فامیلشان پیدا میکردن و 40,000 افغانی هم کمبود داشتن برای که محفل عروسی خودشان را برگزار بکنن رامش جان خوش آمدی وقتت بخیر خوب هستی پدر جان شما هم خوش آمدین وقتتون بخیر خوب هستی شما خوب هستین تشکر سلامت باشین و نگفتن هم بوده که دوستا با رامش جان پدر جانشان هم هستن بله. شما هر دوتان خوش آمدید میگم تشکر زنده باشین لطفتان است تشکر سلامت باشین رامش جان بله. با پدر دوست هستی دیگه حتما صمیمی هستی بله. رفیقانه پیش میرین بله. در خانه یا پدر جان جدی است نه والا خوب است که بجاش جدی است بجاش خنده روی است اگر بکنم بیگفتیش نوخ از کار بریم گیم حتما جدی میشه یعنی در تایمتون هم بسیار منظم هستن باید بله. میگه هر وقت سر کارتان برین بله. و سر وقت هم بیاین خانه بله. خب رامش جان خود چند بجه میبروی میری طرف کارت صبحانه؟ من صبحانه ساعت 6 بجه میرم 6 بجه؟ بله و بعد از آذان شام دیگه چی میکنم خانه میرم بعد از آذان شام بله خب خودت فعلا هم سماوار داری سماوار دست چای دم میکنی یا در پولی از او کلام کار دیگه هم میکنی نه سماواتم بود سابق دادان چمن سماوار جا میکدیم و در پولیش مردم به نان که میامد نان قابلی لوبیا چیزا هم پخته میکدیم باز طالبا و کنه فروش ها را جواب دادن دیگه حالا فعلا در خانه هستم یک در روز میشه پیش موقعیت کار میگردم که یک جای بودو باش سیره گیر کنم بیرو باره که مردم باشه پس بخیر کارشون یعنی طالب های اجازه ندادن که شما در اونجا کار بکنید؟ نه خیر میگفت چون چمن سایه سپورتی است دیگه مردم اجازه نداره کنه فروش ها نسبش در سرک می باشن نسبش در یه بغلو بغل کسی که مریض باشه مطرح به سختی تیر می شد دیگه اونا اجازه ندادن شاروالی آمد اما کپه ما را چپه کردن دیگه گفت که برین از اینجا دیگه نسبش نوزه 16 رفته و نسبش هم سونه سر چاو اما جای سابقه خود خب رامش جان دیگه فعلا بیکار هستی بلا. پشت کار میگردی بلا همین روز هم از بیش چی آمده بودم اوزه 16 قلعه زمان خان اونجا کنه فروش ها رفته بود دیگه بخورد یک جای معلومات پیدا کردم که یک جای پیدا کنم پس کارم شروع کنم انشالله بخیر که جای خوب پیدا بکنیم و همچه کاربارتم دوباره شروع شد پدر جان رامش جان چطور یک بچه است؟ بچه آرام است؟ عاجز است؟ خوب است از طفولیتش بر ما قصه کنید بله بچه آرام است غریب کار است زحمت می کشه ده شک نیست که واقعا بله غریب کار است در پلوی زی خودم هم بعضی چیزای ساختمانی در خانه جور می کنم سر خوب پدر جان خودتان مصروف چی کار بار است این حاله؟ فعلا ما در وزارت حج و اوقاف به صفت تولدار در اونجای پای وظیفه می کنم بسیار خوب و مدت 5 ماه میشه که ماش نداریم
پنج ماه بشه که برای شما ماش ندادن؟ نه خیر. و در پلیزی خودم در خانه از موره و سیم یا یکان چیز زینتی جور میکنم. ای کاش میاوردن یک چند چیز زینتی که ما اینجا میدیدیم. شاید تمانش باشه. باز بخیر میبینیم. و در پلیزی اونما رو مجور میکنم، این بچه زحمت میکشه اونما رو میبره میفروشه. که پیسه یک واز ترکاری و یکان چیز. چی چیزه هست مادر جان؟ که شما آماده میسازین؟ از این میسیم و موره است. از این موره یکان چی جور میکنم گلکای برای داخل موتر. اما داخل سوچ بورتش کس ویش آینه قبل داخل سید کس. اون از اونو کت سیم موره میبافن. باز دیگه یک اندازه دیگه اون رو پیشه هستی. کم پیشه. باز میخرن مردم هم باز خوب است. بلا خوارخن میخرن خو به بسیار نرخ ناچیز. مثلا سیریپا میگمش بعضی میگه 10 روپا بعضی میگه 20 روپا. از سیریپا یعنی کم میسازن قیمتش. بلا بعضی میگه خداوند مردم ما انصاف بده. دیگه بعضیش میگن دو دانش سیریپا میتین باشین مواد قیمت شده دیگه واره نمیکنن باز که خانه می بدرجان خار میشه میگه چرا ارزان میتی باز میگه والله دیگه واقعا کار دست بسیار سخت است و بسیار گران بها از وقتی که با دست ساخته میشه پس باید امرامش جان قیمت بفروشه بله بخاطر ازی که دو زحمت زیاد کشده میشه زیاد و مواد که از خارج می قیمت است و خصوصا ده ای اواخر که پول نیست بله دلار بلند رفته بله دیگه زی نگاه باید یکم قیمتش بلند بله اما ما مجبور هستیم دیگه به خاطر از دو اگه سابق 200 و 300 کار میکردیم حالا مجبور هستیم که در مصدر پا مقنات رامش جان در فامیل چند نفر هستیم؟ از های فامیل چهار نفر هستیم یک همشیره که خدا ببخشه دور از خودت باشه و سنای خودت بود تو تکلیف قلبی داشتش 5-6 سال میشه مرده دیگه اگه همشیره که دیگه در خانه است دیگه مادر جانم پدر جانم خودم از های فامیل چهار نفر که تزو 5 نفر بودیم خود مرده دیگه چهار نفر هستیم خواهرتون رو پیش دکتر برده بودیم ولی پیش دکتر برده بودیم چون مشکلات اقتصادی داشتیم و دیگه ناوقت هم برده بودیم دکتر ها گفت که چون نفس قلبش هم کدام دوش چی هستک بند است دیگه پول زیاد خواست ما دادن نتونستیم از این دوای چقدر پول دقیقا خواستن که شما نتونستیم بدین و خوب شد 60-70 هزار روپیه گفته بودن دیگه باز ما گفتیم نمیتونیم بازم یکان دوا و چیزا برش میخریدیم دیگه یک دو ماه وارد در شفاخانه بود باز ما ایسیم خدا به وقت چشم مرده که هم شیره کلانم بود از ما که یک دو سال خورد بود باز دیگه هم شیره یکم در خانه است یک مدرسه میره دیگه مکتب یک ذره مشکلات است نمیره خدا من حفظشون کنم بادر جان چقدر درد اولاد سخت است نی؟ درد یک اولاد تحت است درد اولاد من تا اقتصاد مردم ضعیف است، ناتوان است. از اون نگاه من متداوی دکترم را درست کرده نتونستم. هست اگه بعضا مشکلات است. رامش جان از کارهای خودت بگو چند نفر شاگرد داشتی در اوجه یک رستوران کوچک بگویم، یک رستوران صمیمی، یک جایی که بسیار فقط یک استادم بود و یک نفر دیگه سماوات پیش می برد و خودم نانه برای مشتری خود میرساندم برش وقت چاشت که میشد بعد از این 12 بجه با زمین مجموعه نان پیشم بود دیگه میرفتیم پیش کنا فروش ها میگفتم نان لازم داریم بیاره باز اونا میگفت و صبحی وقت که روی تخم بود و لوبیا چون یک امی دوستای برنامه تان آمده بود من گفتم هر لحظه که بیاین میمان دوست خداست قدم هایتان سر چشمان رو بیاییم باشین قسمت نبود چی رقم دیگه این ما خود ما شما را خواستیم ما از شما مهمان نوازی بکنیم بلا تشکر خیلی ببینیم خب غذایی رک باز آمده میکردین خوش مردم میامد بلا قابلی بود قابلی ازبکی بود دیگه لوبیا بود امروش سلاته بود خلاص این سلاته خود وطنی ما شما که در خانه جور میتونیم باز قاب چند میفروختین؟ 50 روپه همگیش یکسان بود بله. قیمتش؟ آه که یک گلاس چای 50 روپه میدادیمش قابلی هم لوبیان و امو کرای تخمان بله کلش 50 روپه بود باز از چایش سماوات از پیش ما کمی جدا بود باز چاینه که 20 روپه چای برشان دم میکدیم بخاطر که او مدنی میخریدیم از یوای دیگر نمیخریدیم که چون مشتری ما زیاد شوه و مردم چیز پاک بتیم خوب است بله. که هم ثواب شوه و هم کار خوبی است چون مردارخوری باشد باز کسی
پیش آدم نمیاد. در این شرایط مثل جمع کردن یک ذره یک وقت در بر میگیره. بله انشالله بخیر که جای دیگه هم که باز کردی دکانک تا بخیر هم تو مشتریات زیاد باشه و خوب درآمد داشته باشی. باز روزانه چند درآمد میداشتی؟ روزانه میشد یک 3500 4000 میشد. باز ماشای و شاگردار کشیده و دیگه پس هم مصارف دیگه کشیده یک 500 به من میمون. باز اونمو رو میبردم خانه جان برای پدر جان. اینا امو که روزی الان آدم پیدا میکنه همه چیز است. چیه رو باشه چی صدر باشه. بله باید از آدم هزار بار شکرانگی خدا را به جا بیاره. میگه اگر شکر نکنیم خداوند همه قدر رام که بر ما داده دوباره میگیرش. بله شکر خداوند جمع شد باید داره. حالتش باید شکر چون جان ما جور شکر بکشیم. بله امی که مغز ما صحتمند هستیم شکر بکشیم. نماز هر حالتی که باشه مینان چیز دال پیوی غریبانه باشه که انسان بخوره با شکرانی خدا را بجای بیاره خوبتر از چون نگه بشکر باشی خوب از خدا ناراض میشه. بله سلامت باشی سرم غریبی تا برکت نمیندازه خدا سه. خب رامش جان از تحصیلاتت بگو درس خواندی نخواندی؟ مکتب بلا تا صنف 7 خواندیم چون حافظه کم ضعیف بود استاد امو دقیقه که 100 سوال میکرد جواب میدادم. بازی که فردا چون کار شاقه میکردیم بود پولیشی میکردم از مخورترکی بچه با غیرت بودم نان پدر مادرم مفت نمیخوردم کار میکردم. باز دیدم که نمیشه درس دیگه از پیش میمونه باز مکتب اومد دیگه رها کردم پشت می غریبی برام میدیم تا وقت دیگه به بعد نخوندین. علاقه من بودی که بخونی مکتب خلاص پانتون بری چون علاقه من بودم خیلی همسین فهم دوستای من میول بعضیش در پانتون از بعضیش دیگه درس ها میخوانن. خب من خودم که چون یکم اقتصاد ضعیف بود اما مغز حوصله یک ذره کم بود دیگه پیسه زیاد نبود که من پیش یک دکتر اعصاب میرفتم همی غم درس از یاد بردن من میخوردم دیگه اینمی مشکلات زیاد بود چون مکتب دیگه ادامه دادن نتونستیم. اگر نه بعض دوستای من میالا میگه سر وقت است مکتب بخون خصوصا پدر جانم خو بیخی همیشه وقت تشویقم میکنه چون خودم میگم که اینا فکر کو سند 12 پیشم باشه یک موی سفید بگه یا ملاوی دوکان بخوان یا ماینه خانه یک چیز خواندن نتونم اما خودش هم فامیل دو میخوره هم پدرم مادر و هم حیثیت خود انسان پایین میاد چون که یاد نداشته باشی یک کس رو بگی مکتب نخوندی ملامتت نمیکنه دیگه به اونو خاطر نشد. و اگه مکتب خلاص میکردی دوست داشتی در پنتون کدام رشته رو بخوان جا میشتی؟ هر رشته که نصیب قسمت میبود زیادتر خوش بودم که دوست داری انجینیر بشی دکتر بشی؟ نه زیادتر خوش می اومد به وطن خود خدمت کنم عسکر باشیم سیارالی مسلک نیکن. بله دو سه دفعه رفتم ثبت نام میکردم چون نامزدت نموند من نامزدم بر صورت دیگه محیط اجازه نداده نشد. بیا از فامیل نامزدت کم قصک و سر زیاد الی خرچی خو نمیکنن مصرف زیاد خو نمیکنن یکم تو میکنن چون شرایط خراب است حال اقتصادا خراب شده دیگه حتما خانه یک نمزد بوری که پیسه پیشت نباشه خالی بری پس میکشن آه میگه برو ناقا میدی دیگه مجبور استی که پیسه خرچه کنی نکنی خونه میشه. پدر جان نمزد رامش جان از خودگی است یا بیگانه است؟ نه خیلی بیگانه است. بیگانه هستن در برید نمیشناسینشان؟ نه خیلی نمیشناسینشان. باز چطور تو یک برای یک قسمت نصیب شد که برین خواست داری و خواهر گلم قسمت نصیب بودک و معرفی یکی از دوستان بود که یکی از دوستان معرفی کرده باز ما خواستگاری رفتیم مورد پسند ما قرار گرفتن. یعنی واقعا دختر خوبی بود؟ بله دختر خوب بود فامیلی بسیار نجیب و فامیلی خوب است قسمت نصیب ما با ما بود. بسیار خوب اینجا هم نام کسایی هست به شما دوستای عزیز که برای رامش جان کمک کردن به اینکه محفل عروسیشان برگزار بکنن و من نام امو اشخاص را میخوانم و تشکری خاص میکنم از تک تک از اینا که واقعا غریب پرور هستن. خاله شیما نظیری هستن مادر خوانده موین افغان در استرالیا زندگی میکنن که کمک کردن برای شما سلامت باشن زنده باشن و دیگه حدیث رحیمی اونا هم زنده باشن دستشان درد نکنه از اینکه غریب پرور هستن. خانم محموده و مرسل پاینده هر دویشان سلامت زنده باشن و ازمشان تشکر سلامت باشین زنده باشین و مبلغ پولی که در جمع پیش ما هست که شده مبلغ 80,000 افغانی هست که روان کردن. این 80,000 افغانی از پدر جان این تقدیم شما میکنم شما می یک بار حساب بکنین که کم زیاد نشده باشه یا ما غلط نکرده باشیم بیازیم چندان خوب نیست.
در ریاضی خودت چطور بودی؟ داستان فرخت خواندی؟ والله خوب بودین دیگه. بس یکون مشکل داشتیم، بس می اومدم پیش پدر جان حل میکردیم. پدر جان تو نگه لایق بودت؟ بله، چنام خدا آدم لایق کسا. رامش جان گفتن چی هست به او فامیلایی که وقت میخواین عروسی کنن دخترشان میتن به یک فامیل بسیار مصرف گزاف میمانن بالایشان؟ باید دیگه مراتشان نکنن خوب است، چون شرایط خراب است. او وقت پیسه دوری خلاص شد، خلاص شده دیگه، کلگی غریب شدن. باید کلگی غریب شدن، ارزان بته خوب. پدر جان چطور است؟ پیسه تو حال خوب برامل است؟ تشکر، درست است. 80,000 افغانی پوره شده؟ جان تشکر، لطفتان است. خب رامش جان میشه حالا برام بگو یک ای پول 80,000 افغانی را بله. خودت میخوای چی کنی باش؟ بخیر دیگه اونمو نموس خود خانم، یعنی مرسی میکنی، مرسی میکنی بله. بخیر دیگه توکل به خدا ببینیم. آه دیگه بخیر، 80,000 افغانی است، 40,000 بله. افغانی هم به مو اضافه کنیم بله. به مو مصرف عروسی و بله. 40,000 دیگه شم دیگه یک تقجیمی هم چهانه برگزار کنیم. بله، انشالله ما یادتان نده. نه، همدلو یاد نده، حلاوتان رو باید بخوریم دیگه. چرا نیازار دفعه. تشکر، زنده و سلامت باشین. گفتنیتون چی هست برای کسی که با شما کمک کردن؟ از همهشان تشکری میکنیم، از صمیم قلب خودم روشان کمک کنه. به می قسم جوانایی که به کمک ضرورت داره کمک کنن که دست به کار خوب دهن و برای فامیل خود یک لغمنان اقلال پیدا کنن، بهتر از خوبتر است، چون از این که در راه خراب برن یا عملی شون یا به دیگه کارات دست بزنن، همین کمک های کسایی که کمک میکنن از خارج به خوار غریب، از این یک نان اقلال به دست بیاره به خوار مادر فامیل خود، بهتر از خوب. میگه اگر روپا باشه اما حلال باشه. پیسه دیگر هم بکنم. خودتان گفتنی تان چی هست و کسی که باتون کمک کردن؟ گفتنی ما از دوستایی که از خارج امدای ما کمک کردن یک جهان سپاس از ایشان میکنم. زنده باشه. و خداوند همیشه وقت بابا باشه، خداوند خیر نصیبشان کنه. زنده باشین پدر جان. بسیار زیاد ایشان تشکری میکنم. سلامت باشه. از احساسشان، از اینکه اگر در خارج زندگی میکنن، درست شرایط بسیار خراب در خارج آمده بود به خاطر مرض کرونا و چیزا، باز هم در این شرایط مشکل که یا امدای ما کنه کردن و اموطنهایشان فراموششان نشده، جهان سپاس از ایشان. تشکر، زنده باشین. مهربانیشان است، لطفشان است، خداوند برکت بده. زنده و سلامت باشین. شما هم که دعوت ما رو پذیرفتین و قدم رنج فرمودین. خیلی ببینید. زنده و سلامت. از شما خودتان، از همه تان تشکر. و از بخش برنامه امون جان. زنده باشین تشکر. سلامت از زحمتی و زحمت کشیدن خودتان. و از دوستایی که زحمت کشیدن. سلامت ما را یاد کردن، همیشه وقت به یاد پدرانگوارانم باشه. لطفتان است، مرحمتتان است. سلامت باشین. خب دوستان، ما هم باز هم تشکری میکنم از تمام کسایی که غریب پرور هستند، در اوضاع بد کشور فکر هموطنهایشان در ذهنشان هست. خب دوستان، این بود بخش اول برنامه. در بخش های بعدی هم من همراهی میکنم. دوستای عزیز، شما را بازم به ادامه برنامه خوش آمدید میگم. باز هم مثل بخش اول برنامه یک کلیپ تصویری داریم، با هم یک جا تماشا میکنیم و من مطمئن هستم که شما میدونین که مهمان برنامه ما کی است. بطور امکان داره که در ابتدا خود معرفی بکنین؟ وحید رحمدل، باشنده کابل. شما میشه به این رستوران میرین؟ یا به دیگر رستوران تا میریم؟ معمولا میریم دیگه جا، معمولا کارتی چهار باشیم همینجا. اون حیث یک شهروند افغانستان چی فکر میکنین؟ چرا آمدن مردم کم رنگ است نسبت به در روز بیشتر به رستوران تا؟ مردم نمیفهمه که چی کنن، یک سراسیمگی ایجاد شده. اصل مشکلی است که فعلا ساختار دولت جور نشده. بله. هیچ کس نمیفهمه که چی آمدنیست در افغانستان. بله. به مو فرهنگ اروپایی کافی نشینی و کافی خوری که اینجا مروج بود که دفتن منهدم شده، آیا امکان داره که او قسم بیاین یا امره چادره کلان و بدون فشن بیاین، یا کافی دخترها جدا باشه از بچه ها جدا باشه؟ این مشکلات هنوز تعریف نشده، مشکلات اجتماعی. وقتی که یک ساختار ایجاد شد و این موضوعات تعریف شد، پس من مطمئن هستم کابل شار نیست که به آسانی تغییر کنه. من مطمئن هستم کافی شاپ ها میمانه، رستوران ها میمانه، صرف طرز رفتار و طرز تعامل در بین رستوران ها و در بین کافی شاپ ها معرفی شد و مردم میبراید.
بله دوستای عزیز، من مطمئن هستم که شما شناختین که مهمان برنامه ما کی است. آقای وحید رحمدل را با خود در برنامه امروز داریم و صحبت‌های بیشتر در مورد زندگی خودشان می داشته باشیم. سلام آقای رحمدل، خوب هستین؟ صحتم خوب؟ سلام، الحمدلله. شکر. تشکر، زنده باشین. اگر در نخست ما بگویم که شما را اگر آقای وحید رحمدل نگویم استاد خطاب کنم، راحت هستین؟ من استاد نیستم، به خاطر استاد ما هستین. تشکر، زنده و سلامت باشین. ما زیادتر شما داشتین برنامه های در تلویزیون ها، در رسانه ها مصاحبه داشتین و در چینل ما که شما مصاحبه داشتین با امین افغان، بیشترین کومنت های ما در مورد ای بوده که باید در باره زندگی شخصی شما بیشتر بدانند دوستا، و ما هم خواستیم این برنامه را مختصر به مو زندگی شخصی شما بدانیم. شما هم زیاد برخطا نشید، قدر هم شخصی تر نمیریم. خب در میخوایم بپرسم که در کجا تولد شدین، تحصیلاتتان چقدر است، اگر ازدواج کردین چند بار ازدواج کردین؟ فقط همین سوال است. در جلال آباد تولد شدیم، مکتبم در جلال آباد خواندم، باز شرایط تغییر کرد رفتم انگلستان، تحصیلات عالی در انگلستان، عروسی کردیم، یک بار عروسی کردیم. پنج طفل دارم، خدا رو شکر است. چند دختر و چند پسر؟ سه دختر دو پسر. چقدر برای طفلایتان زحمت میکشین به اینکه درس بخوانند، تحصیل بکنند؟ من راستش رو بگویم خیلی کم، چون یک چیز در مورد تربیت اطفال که مهم است، اما که ما شما یک اصطلاح داریم میگه تربیت خانوادگی، او مهمترین گپ است. من فعلا زیادترین کوشش من از ایوازی که ای کار بکو ای کار نکو، چی قسم نان بخو چی قسم کالا بپوش، در ای کارشان نمرشان زیاد مداخله نمی کنم، چون طفل هستن، مانده بشان که طفل باشن. چیزایی را که من امرشان کار میکنم، یک چند ارزش را امرشان کار میکنم که در زندگیشان نهادی نشون، که جوان شون و صاحب زندگی خود شون، امو ارزش ها بتانه که اینا را یک آدم خوب در جامعه بسازه. مثلا برشان دروغ گفتن بسیار شدیدن نفرین است در بین طفلان. دروغ نمیگن، مثلا عزیر بچه کلانم یک روز آمد، چند ساله هستن اونا؟ عزیر فعلا 11 است، ولی او وقتی که پیشم آمد گفت بابا جان سرتختی تسوختاندون. او خود طفل است، رفته کدام چیز کده، اگرچه خطرناک بود ولی به می جرأت آمد، گفت اینی گفت شد. باز ما رفتم، خیلی کم سوختانده بود دیگه. مثلا تکبر نداشته باشن خیلی مهم است در زندگی. باز چیزا در دست کسی می باشه، در دست کسی چیزی نمی باشه. امیره که بفهمن که انسان بودن خیلی دقیق مربوط به مادیات نمیشه. من فکر میکنم به حیث یک پدر کار ما دیگه اینه مقدر که باشه کافی است. باز طفلاک کلان شدن مکتب میرن، یک تغییر اخلاقی میآید. باز بعد از پانتون میرن، خیلی تغییر کلان اخلاقی میآید. وظیفه میگیرن، بیخی یک چیز دیگه میشه که تربیه که ما بگیم که چه قسم نان بخور چه قسم لباس بخور، در نهایتش 8 سال 9 سال عمر داره که مکتب رفتن، باز جوان میشن با دل خود کارهای خودن. او کارشان شخصیشان مانده این بر خودشان. در موضوعات ارزشی امرشان کار میکنن و او را هم در سطح که خودشان باید بفهمن. بله. طفلانه میسازم همو ارزش برشون. میگه باید امرای طفل طفل باشیم، امرای بزرگ بزرگ. خب اگر ما در سطح خود امرشان گپ بزنم، اول خویی که برشان نهایتا خسته کن میشد، اون دیگه اصلا فایده نداره. اکثریت دوستا امرای ما که مشوره میکنن میگه بچه این گپ مرا نمیشنوه. من میگم خب حتما تو هم گپ بچه تا نمیشنوی، چون مکالمه یک چیزی است که باید دو نفر یک دیگر را بفهمن. اگر من امرای شما گپ بزنم و چیزی را که یاد دارم همینطور فایر کده برام، سه دقیقه بعد خسته میشه. یک چیز شما میگین من باید بشنوم، یک چیز شما میگین باید من بشنوم، یک چیز من میگم باید شما بشنوین، و افهام و تفهیم هدفش اینه می است که یک دیدگاه ایجاد شود، یک تفاهم ایجاد شود، یک هدف ایجاد شود، یک حرکت ایجاد شود. خلاص.
خب شما زندگی مستقل دارین یا امرا با پدر مادر زندگی میکنین؟ من زندگی مستقل دارم، خب هنوز هم اینم قدر مستقل هستم که مادرم تا حال اجازه نداده که دشنتن در خانه خود یا عقاب و گپا نصب کنم، گفته که اجازه نیست. اجازه ندارین بینید؟ همی چیز خوشم نمی، گفتم بچه شون مادر شون اگر چیز یاد کوشش کردم، گفتم مادر شون برنامه طفلانه داره، داکومنتری داره، این داره، آن داره، گفت نه بچه من همی چیز در خانه نبیرم. دیگه اینقدر مستقل هستم. از لحاظ اقتصاد الحمدلله مستقل هستم، ولی مادر من اوزم صلاحیت داره که چی میگه. کلان خانه دیگه؟ کلان خانه است. خب مصروف چی کاربار هستیم استاد محترم؟ فعلا خب مصروف زیاد مطالعه. برنامه تنک دیدم گفتین من 2 ساعت مطالعه میکنم. 2 ساعت کمترینش. کمترینش 2 ساعت، یعنی از او هم که خب اینطور وقتا میشه. خب دیگه کار نمانده. خب یک کارشی است که بیرون برای روزگو میکنی. در جمهوریت چی کار میکردی؟ در جمهوریت معین اداره تکنیکی رئیس جمهور بودم. بسیار خوب. در اون وقت مصروف بودم و خیلی هم مصروف بودم که حتی بر مطالعه هم به مشکل وقت میکشیدم. و حالا دیگه یگانه چیزی که زیاد است وقت است، از دوستا خبرگیری میکنم، میآیند میرم، یگان شب نشینی میکنیم، چون دیگه غیر از خیلی شب نشینی هم دیگه حال موسیقی و گپا نیست دیگه. نه، از ما شب نشینی ما اتفاقا قطع‌بازی است. قطع‌بازی است. یک ساتیریز به نام تکه گازده بین رفیقه ما دیگه کلگی این همی داواره داره که من بهترین بازیکن تکه هستم و هر وقتی که ببینه اونم قدر به جدیت داوا روان میباشه که باز بهترین بازیکن است. خوشایند است، دوستای بسیار صمیمیستیم، یک فامیل گفتم میتونیم دیگه، یک وقت در خانه من، یک وقت در خانه دیگهش. فامیلام خیر ببینن تحمل میکنن، ما میشینیم قطع بازی و قال مقال میکنیم. زیاد دیگه مصروفیت فعلا چیز نیست. آرزویتان که تا حالا برآورده نشده استاد محترم چی است؟ آرزویم که تا حالا برآورده نشده، اولینش خیلی میخواستم پرواز کنم طفل که بودم، متاسفانه فهمیدم که برآورده نمیشه. بعد از او راست شو بگویم، شاید عجیب معلوم شو برتون، زیاد آرزو ندارم. زندگی بر من چیزی که است خلاص. چیزی که آرزوی من معمولا در اطراف مادیات نمیچرخه و آرزوهایی که مثلا در معنویات دارم بر بازش کار کردیم، برآورده شده. خب در کلش کلانترین آرزوی می است که افغانستان یک مملکت خوب شو، آدم و زندگی کنیم که متاسفانه او برآورده نشده تا هنوز. کلانترین آرزویم اینمی است که مردم خوب هستیم ما. من ایره برتان بسیار اگر خوب هستیم. ساده بگویم کل روایات سیاسی و خبری و رسانه‌ای و کل شب همین قسم وردارین او طرف بانین، اینمی نقشه افغانستان است. 45 سال مردم در اینمی نقشه که زندگی کرده، زندگی سخت داشتن، بدبختی بود. ای که نامش چی میمانن و چه قسم توجیه میکنن و کی کی را ملامت میگه، کی کی را سلامت میگه، او دکانداری سیاسی است، مفهوم نداره، پیش ما واقعا مزخرف است. ولی همین مردم ما 45 سال شد زندگی بسیار سخت متحمل شدن. توقع دارم که در زندگی ما روز را ببینیم که در افغانستان خوشبختی باشه. خوشبختی هم چیز بسیار افراطی واقعا، صرف بر مردم به عزت نان برسه، صاحب یک خانه باشن دیگه، هر کس که هر چیز دوست داره بره کار خدا کنه خلاص. من زیاد مغلق نمی سازم زندگی را. اینم قدر است. آرزو دیگه ای است که طالب خودم کسی که می خواهیم که شام نشدیم. از یه هم که دیگه هم میخواییم که بالاتر باشه. نه باورتان بیا، هنوز من امرای چایش طور است، مزیدتان میتونست چایتان عالی است، زعفراندار، ایلدار خیر ببینیم. در رسانه های اجتماعی من اکثریت وقتا خود آدمک چوبی میگم، به خاطر که من هنوز راست شگر بگویم ادعا به جرأت کده نمیتونم که
آدم شدیم، انسان خوب شدیم و کوشش میکنم. اینقدر آرزوست دیگه. من زیاد داد و گرفتم امرای خودم است. چون در کل اگر متوجه شویم، نام خودت هم پرسان نکدم. شبانه جان. آدم خود اول باید دوست داشته باشه. در کل اگر متوجه شویم، ما در مغالطه زندگی میکنیم. به این خاطر تشویش بسیار زیاد است. ما فکر میکنیم که خوب مسئولیت کل دنیا سر ماست. نه برادر، باورت بیا یک پیاله چای را بدل خود خوردن نمیتونه کس. در بهترین روز همیشه من این گپ بر دوستا میگم، از این همین دروازه بیرون شوین، 10,000 واقعه را روبرو میشوین که یکیش به دست شما نیست. بنابراین زندگی خود آدم باید قسم تنظیم کنه که در کجا من میتونم چیزی که در حیطه صلاحیت ماست از او استفاده خوب کنم. حالا من مثلا تمام روز بشینم سر سیاست تبصره کنم که یک دروغ مطلق و یک مزخرفات جدی است، از او که در مطالعه بسیار خوب است. چرا مثلا از ایوازه که در مورد اشرف غنی میخوانم، چرا در مورد یکی از اکابر علم دنیا نخوانم؟ کدام کتابا را بیشتر مطالعه میکنین استاد؟ سخت سوال است. من راستش رو بگویم، یک وقت مطالعه را انتخاب میکردم که خب باید دیگه مضمون مطالعه کنم، این رقم مطالعه کنم. حال زیادتر میرم در کتاب فروشی، کتاب میبینم، فرست کتاب میبینم. در فرست کتاب اگر دیدم که چیز برام جالب بود یا نو بود، در این دو گپ هر کدامش که بود اما کتاب انتخاب میکنم میرم. مهم گپ چی است که نویسندهش باید حداقل یک کسی باشه که در سطح اکادمیا قابل احترام قبول شده باشه. نمیشه دیگه کالا یک نفر در قصه خانی پشاور کتاب نوشته باشه مورد کتابش بخونه، واقعا ظلم است. بر خودم ظلم است، بر علم هم ظلم است، بر جامعه هم ظلم است. ولی اگر یک کس در دیوبند کتاب نوشته میکنه، یکی در آکسفورد نوشته میکنه، در هاروارد نوشته میکنه، یا یکی از فیلسوفای مشهوره که بک‌گراند اکادمیک نداشت و قبول شده که صاحب نظر است، اونا رو مطالعه میکنم. و مثلا فعلا کتاب هستی شناسی مارتین هایدگر او را میخوانم، در پالویش در مورد هرمنوتیک میخوانم. چیزهای عجیب و غریب که با هم چی رقم تلفیق دادشان، یک سرگرمی جالب است. در اوقات بیکاری دیگه هم مطالعه میکنین زیادتر وقتا؟ فیلم میبینم. فیلم دیدن هم هم زیاد دوست دارم. کدام فیلم ها رو تا حال دیدین؟ خیلی زیاد داکومنتری بسیار زیاد میبینم. شاید مبالغه نباشه که بگویم من نمیفهم که بیننده ایتون از این گپان چی خیر ببینه. نه واقعا گپایتون خوشایند است. برای من خوشایند است، اما گی مطمئن استم که لذت میبرم. برای من جالب نیست درباره خودم گپ زدم. اما دوستا دوست دارن دیگه چی کنیم. داکومنتری زیاد میبینم. یکی از چیزهایی که مطالعه برای من کمک کرده و داکومنتری، یک تصویر خیلی وسیع از هستی در داخل کلیم جور شده. مثلا مطالعات ما از مراحل که چه قسم کائنات به وجود آمده شروع شد و بالاخره گپ دهی رسید که خوب آیا کائنات خودش، که دو بحث بسیار کلان علمی دنیاست. مثلا ما مسلمان ها قبول داریم عقیدتاً که همه کائنات الله متعال هست کرده، ولی یک گروه دیگه است که اونا میگن نه، همه چیز تصادفی آمده. از اونجا من شروع کردم مطالعات و آهسته قدم به قدم همراه مراحل میلیارد سالی هستی، کی نوشته، چی نوشته، کی نوشته، چی نوشته، و تا امروز رسیده. ما در امروز هم باز روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه، ادیان، هنر، تکنولوژی، آرت. روانشناسی یعنی یک نفر را که ببینین از چیزش میفهمین که چه رقم انسان است؟ روانشناسی اتفاقا زیاد
تقریبا به گونه همین قسم برداشت شده از روانشناسی، ولی در اصل روانشناسی چیزی است که خب اینی انسان شد، انسان اینی خواص را داره، اگر این قسم حالت سرش آمد ممکن اینی قسم یک عکس العمل کنه، اگر این دیگر حالت سرش آمد ممکن این دیگر رقم عکس العمل کنه. و اونمو موضوعات مثلا به سطح سیگموند فروید و کارل یونگ و نامای بسیار بزرگ روانشناسی است کاتگوری بندی کردن و مشخص ساختن که یک انسان میتونی که از روی کارهای علمی اونا تا کافی حد پیش بینی کرده بتونی. با وجود از اینکه میگن روانشناسی ساینس نیست و هر انسان متفاوت است، چون عواطف و احساسات هر انسان تجارب زندگیشان فرق میکنه، ولی در کل یک قاعده برتان میته روانشناسی که خب روان انسان رو بشناسین. من اونمو گپ زیادترش مره که کمک کرده خودش شناختیم. و امو قسم که در عربی یکی از معقوله های بسیار مشهور است، کسای میگن که پیش از اسلام است این معقوله، کسای میگن که بعد از بعثت رسول الله علیه السلام بر اکابر منصوبش میکنه، من عرف نفسه عرف ربه، کسی که خودش شناخت رب خودش شناخت. و رب پیش ما خیلی فراتر از این است که خب من پنج وقت نماز میخوانم خب خدا است روزی نه. اگر یک دفعه آدم در علوم الهیات داخل شوه و مطالعه کنه که خداوند چی هستی است، واقعا اینطور ناتوان میشه آدم. امو که میگه که مخلوق خالق احاطه کرده نمیتونه، ولی اینمی ناتوانی هم در یک چیز به بزرگی الله متعال یک لذت خاص داره، هدف زندگی میشه. و مثلا اگر شما برتون ما بگویم که یک متر در دستتون باشه، 100 سانتی متر میار است در کل دنیا، یک متر است در MKS. متر پیشتان است، میار معلوم است. من برتون میگم که شما متر کنین، میفهمین که چی را باید متر کنین؟ دیوالار متر کنین؟ معلوم نیست. ما گفتم شما متر کنین، معلوم نیست که چی را متر کنین. مثلا میگم که از اونو دیوالا متر کنین، بازم مشخص نیست، طول و عرضش جدا متر کنیم، یا از او چراغ گرفته تا دروازه را متر کنیم، یا از او ساکت پایین را متر کنیم. نسبیت در مقابل هستی چیز خیلی جالب است. هر آن چیزی را که ما میشناسیم به تناسب همه چیزهایی که دور و برش است میشناسیم. هیچ چیز به تنهایی مفهوم نداره، حتی انسان. من اینجا مفهوم دارم، شما هستین، دوست هستن، عکاسی میکنن و باز در یوتیوب میره و دیگه دوست ها میبینن، این پدیده یک مفهوم پیدا کرد. اگر من تنها در خانه بشینم گپ بزنم صدای خودم میشنم. امی رقم در مورد شناس اولین گپ ای است که ما نسبیت خودم مشخص کنیم. من کی هستم؟ اگر اینمی گپ فهمیده نشد که من کی هستم، هیچ چیز دیگر شناخته نمیتونی، به خاطر که در تناسب خود همه چیز را میبینی. اول خود بعدا دیگرم. خدا بشناس من کی هستم. خب من اینی قسم آدم هستم، اینی خواص دارم و اینی اهداف زندگی است. در قاعده زو همراه هستی داد گرفت خیلی منظم و خیلی شرافتمندانه میشوه. ولی اگر من خود نشناسم که یک آدم مغرض استم، خودخواه استم، متکبر استم، منافق استم، متعصب استم، کل این آمریزی هاست البته، ای را اگر من درک نکنم در خود و کوشش نکنم که ای را اصلاح نکنم، مثلا فرض میکنیم من تاجک، خودت پشتون، فرضی میگم، بله. اگر من تعصب خود درک نکنم، خیلی امکان داره که بدون هر گپ خودت در موردت یک دید منفی ایجاد کنم. خب تاجک است، من پشتون خوشم نمه. متاسفانه قبلا ما ایگپا را نداشتیم، حالش شده، ولی
مشکل اساسی ده چی است؟ مشکل اساسی ده ایست که من خودم نمیشناسم. من فکر میکنم که من پشتون شدم به خاطر که با یک زبان صحبت میکنم من صاحب امتیاز هستم. نه، اتفاقا اینطور نیست. به هر زبانی که صحبت میکنی صاحب امتیاز نیستی، خود صحبت میکنی. آها دیگه کل زبانهای دنیا خیر ببینن کسایی که مثلا در رأس علوم ادبیات هستن، اونا بر زبانها خدمت میکنن، لغتها جور میکنن و اصطلاحات جور میکنن، او قابل احترام است. ولی یک نفری که به قلت سواد ما میآید، یک زبان از مادر خود یاد کرده، چی دری باشه، چی پشتو باشه، چی ازبکی باشه، چی ترکمنی باشه، چی نورستانی باشه، بنده خدا دیگه امتیاز نیست. یک نفر رفته بنگالی گپ میزنه، تو اومدی دری گپ میزنی. زیاد به اصطلاح عامیانه بگیم زیاد خود سر ما نساز. زبان اینم قدر است، ولی چون اینمی گپ ما پیش خود تحلیل نکردیم، ما قبول میکنم که اگر ما دری گپ زدم دری امتیاز است، اگر ما پشتو گپ زدم پشتو امتیاز است. اگر ما در جلال آباد تولد شدم، من خلاص دیگه جلال آباد نه او برادر، هر کسی در یک جای تولد میشه. خیلی کم مردم شاید در کره مهتاب تال تولد ممکن نشده باشه، یک چند نفر اتفاقا در تیارات تولد شدن در جریان سفر. ولی کلگی در زمین تولد میشن. امتیازش چی است؟ اصلا وجود نداره. مثلا اگر شما سرزی فکر کنین، امید چند مریضیه که پیش ما کلانترین مریضی هاست که همه بدبختی های یک جامعه از سه شاخه، ممکن ما اشتباه باشم ولی حداقل تحلیل ما اینه مقدر است: عصبیت که همون تعصب میشه، منافقت و کبر. سه شاخه اساسی گناه است که بازدهی سه شاخه اساسی هم در رأسش که میشینه کبر میشینه. خب اگر ما این پدیده ها را نشناسیم که تعصب ما سر ما چه قسم تاثیر میکنه، پس سر زمو گپ نسبیت میاییم. اگر ما ایرا نفهمم که آیا ما متکبر هستم یا نه، مثلا آیا ما بنا به تحصیلاتی که کردیم، خود سر یک همشهری جوانم که پیش رویم شیشته میسازم یا نه، ایرا باید ما بفهمم که ما بر شما به حیث یک انسان احترام قائل هستم، پیش رویم شیشته قصه داریم دیگه. مهم نیست که ما چقدر تحصیل کردیم، در حد نهایت به درد خودم میخوره شاید یک جایی یک وظیفه خوب بگیرم. سکه تعامل اجتماعیات ما باید نباشه. کبر از اونجا خراب میکنه. و یک چیز دیگه، چون من تیر خودم میارم، نمیخوام درباره خود زیاد گپ بزنم، یک همه بحث تغییر میتونم. نه و یک گپ که من باید بگویم، استاد چی میکنین، چی میخورین که تقبل صحبت میکنین؟ ما معمولا بخورم، من نان کم میخورم. نان کم میخورم، اتفاقا اکثریت روزا یک وقت نان میخورم. اگر من نان نخورم یک دفعه نمرم از نخورم. نه، نان کم میخورم، غذا را دوست دارم، زیاد آشپز هم هستم، اتفاقا خوب آشپزی را میاد دارم، ولی زیاد چی ندارم. خوردن کلانترین حصه زندگیم نیست که مثلا ما بیدار شوم بگم فلان چیز دلم شده باید ما بخورم، میگم شکم سیر باشه کافی از دیگه. اینم قدر خدا کنه که سبزی میخوری، خدا کنه کباب میخوری، هر چیز که سیر شدی. خوردن پیش ما اینه قدر مسافه داره، از اینجا که پایین شد دیگه لذت حس نمیشه، سیر بودن است. ویتامین ها و ویگپ ها ضرورات زندگی، خود آدم باید متوجه باشه که چی ضرورت است بر وجود انسان، او را باید تنظیم کنه. در غیر از او خوردن اینه مقدر پیش ما جای داره، زیاد علاقه مندی ندارم. تشکر. و اتفاقا فکر نمی کنم شاید هم داشته باشه، در گپ زدنم زیاد تاثیر داشته باشه، چون در شکم گشنام گپ زدم. زنده باشین، سلامت باشین استاد محترم، از اینکه دعوت ما را قبول کردین، پذیرفتین، قدم رنجه فرمودین و آمدین. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین. بله دوستای عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد که باز هم شبانه امیری در خدمتتان قرار میگیرم، تک تکتان به خداوند بی‌نیاز میسپارم. خداحافظ.